درود بر آیدی ایمان مایوت عزیز، درود بر تو. و واقعا به نکته بسیار حساسی ایمان اشاره کرد. تک تک شما عزیزانی که در زندان هستید، تک تک شما عزیزانی که زیر تیغ جمهوری اسلامی هستید، شما مسئولیت و این باری که روی شونه های ما هست رو بیشتر کرد. و ایمان داشته باشید، مطمئن باشید که فرزندان ایران یک لحظه ساکت نخواهند شد. نمونش رو الان دیدی، ایمان مایوت، رپوبلیکن، بچه هایی که الان تو اتاق هستن، ستاره عزیز، نسیم آزادی، زرتوش، نیکو، پوراندخت عزیز و سیخونک و دیگر دوستانی که در تمام این لحظه ها برای آزادی ایران، برای آزادی شیوا نظر آهادی، برای به یاد موندن تمام کارهایی که عزیزان ما برای جنبش انجام دادن در طول تمام این سالها، یک لحظه دست از فعالیت نمی کشن. و اثر و تمام هماهنگی کار ما برای به وجود آوردن نهاد مردمی هم همین هست. ببینید دوستان، من یک بار در مثالی که با بقیه دوستان زدم، صحبت از همه تلاش ها و کارهایی کردم که در مدت این 31 سال انجام شد در اقصا نقاط جهان، در قسمت های مختلف کشور عزیزمون ایران. همه اونها در جای خودش زحمت کشیدن و ما درود میفرستیم بهشون. ولی مسئله ای که بسیار میتونه مهم باشه برای ما امروز این هستش که ما بتونیم تشکیلاتی رو به وجود بیاریم، هماهنگی رو به وجود بیاریم که این تکه تکه ها و این یک یک ها به هم وصل بشن، بشن ما. همین کاری که الان ما داریم اینجا در حضور شما عزیزان انجام میدیم. یکی از دوستان از آلمان صحبت میکنه، یکی از تهران صحبت میکنه، یکی از شیراز صحبت میکنه، یکی از نروژ صحبت میکنه، یکی از امریکا. این کاری هستش که ما به کمک تکنولوژی انجام میخوایم بدیم و این کارو خواهیم کرد. به دلیل اینکه باز خدمتتون گفتم، این تفاوت بین ما هست با کسانی که از خردشون استفاده نمیکنن، کسانی که دست کم گرفتن این جوان ها رو. 70% ملت ما زیر 30 سال هستند. این بچه ها ایران رو آزاد خواهند کرد به کمک ماها، هممون با هم. همونطوری که بارها خدمتتون گفتیم، روز 12 سپتامبر سیستم نهاد مردمی معرفی خواهد شد و تازه از اون روز کار اصلی همه ما شروع میشه. به خاطر اینکه این دقیقا مثل یک ساختمان خالی هست که ما باید پرش کنیم و در قسمت‌های مختلفش برای رسیدن به هدفمون کار کنیم با استفاده از تکنولوژی امروز. از همه شما عزیزان تقاضا میکنم به آگهی که تهیه شده برای معرفی سیستم نهاد مردمی توجه کنید. از دوستمون در اتاق فرمان خواهش میکنم این آگهی رو برای شما نشون بده. بفرمایید. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلایه آدماش، دست من و تو، باید این
پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. با درود مجدد خدمت هممیهنان عزیز، برنامه معرفی بخش‌های مختلف کار نهاد مردمی رو برای شما عزیزان از تلویزیون اندیشه و از سیستم‌های چت‌روم بیلوکس، تالتاک و یاهو داریم پخش می‌کنیم. دوستان عزیز، یک لحظه دیگه به خاطر اینکه باز به شما عزیزان یک نمونه نشون بدیم که چگونه فرزندان کشور عزیزمون ایران استفاده میکنن از تکنولوژی امروز برای گفتن صحبتشون و برای گفتن نظرشون، از یکی دیگه از دوستان ستاره گرامی تقاضا میکنیم که یک نمونه های سمپل های کوچکی از بحث های مختلفی که در هزاران اتاق چت روم های مختلف سیاسی ایرانی هست رو برای شما بذارن که فقط ببینید چگونه هست و چگونه ما میتونیم با صحبت کردن، با دیالوگ برقرار کردن بسیاری از مسائلمون رو حل کنیم. یه ستاره عزیز، میکروفون در اختیار شماست، لطفاً به ما نشون بدین که چه خبره در قسمت‌های دیگه. بفرمایید.